بهترین و خوشمزه ترین رسیپی برای پخت بال و کتف بیشک همین ترکیباتیه که بهت یاد میدم. واسه همینه که کتف و بالای بیرونی رو دوست داری دیگه. باید این ترفند رو یاد بگیری، خودت این مدلی بپزی یا کیفش رو ببری. کتف و بالها رو شسته و با نوشابه مشکی نیم ساعت مزه دار کنید. یه ظرف مناسب تهیه کرده، یه قاشق عسل، یه قاشق رب انار، یه قاشق سس کچاپ و ادویه‌جاتی شامل زردچوبه، فلفل سیاه، فلفل قرمز و پودر سیر اضافه کنید. یه قاشق کنجد و یه قاشق هم آب لیمو اضافه کنید. ترکیب رو با هم میکس کنید تا یک دست بشه. اگه بالا کتف کره‌ای می‌خواید به جای رب انار باید سس سویا اضافه کنید. 50 گرم کره رو داخل تابه ذوب کنید. یه مقدار خیلی کم هم روغن اضافه کنید تا کره نسوزه. کتف و بالها که داخل نوشابه کاملا پوک و نرم شدن رو داخل تابه بچینید و دو طرفش رو خوب سرخ کنید. سرخ شدن کتف و بال خیلی زمان بره، باید حوصله به خرج بدین. خوب سرخشون کنید، بعد مقداری آب بریزید و اجازه بدید مغز پخت بشن. مقدار آبی هم که می‌ریزید باید کنترل شده باشه. یک یا 1.5 لیوان بریزید کافیه. مدت زمانی هم که برای پختش نیاز دارید برای تمامی مراحل 1 ساعته. گوشتمون که پخته شد، آبش هم کشیده شد، سسش رو اضافه کنید. با هم خوب ترکیب کنید، 5 تا 10 دقیقه با سسش تفت بدید. اواسط پخت غلظت سستون به این صورتی که توی ویدیو نشون دادم، ولی تو این مرحله اصلا از روی حرارت بر ندارید. زمانی که سستون جمع و جور شد و مطابق ویدیو شد، اون موقع آماده است، میتونید نوش جان کنید. در ادامه ویدیو هم یه رسیپی دیگه برای پخت کامل مرغ بهتون یاد میدم. ویدیو رو لایک کن، نظرتم راجبش برامون کامنت بذار. این ویدیو شامل 2 تا ترفند پخت مرغ رستورانیه. یه دونه جوجه متوسط بخرید و برشش بدید و خوب بشوریدش. جاهای اضافی مرغ رو مثل گردن مرغ یا نوک بالها رو برش بدید. دوستان توی چند تا از ویدیوهای قبلی هم بهتون گفتم که باید حتما نوک بالها رو برش بدین و دور بندازین. اینا قابل استفاده نیستن و از نظر پزشکی مضرن. حتی دم مرغ رو هم برش داده و بیرون بندازید. ولی از گردن مرغ برای تهیه عصاره مرغ میتونید استفاده کنید. از وسط سینه جوجمون یه برش بزنید و کاملا بازش کنید. کناره های مرغ چربی های اضافی دارن، سعی کنید اونا رو هم بردارید. مرغ رو ببرید و بشورید، تمیزش کنید و روی سطح صاف صاف بذاریدش. از این طرف مرغ به وسیله یه قاشق پوستش رو از گوشتش جدا کنید. با دقت و با حوصله انجام بدید تا هیچ جاش اصلا چسبیده نمونه. برای تهیه کل این مرغ یه دونه کره 100 گرمی یا 50 گرمی کافیه. از کره تیکه های کوچیک بردارید و زیر پوست مرغ قرار بدین. با دستتون صافش کنید تا همه جاش پخش بشه. خوبی انجام این ترفند اینه که دیگه نیاز نیست با نخ به جون مرغ بیفتین و بدوزیدش. یک کاغذ روغنی بیارید و روی پوست مرغ قرار بدین. اوتو را از قبل روی درجه متوسط تنظیم کنید و داغ کنید. مطابق ویدیو روی سطح مرغ گذاشته و بردارید تا زمانی که کره ها کاملا آب بشن و طعمش به گوشت مرغ بره. کاغذ روغنی رو برداشته و همونطور که میبینید حتی پوست مرغ هم کمی سفت شده. این نشون میده که کره ها کاملا آب شدن. یه تابه بزرگ اندازه جوجتون بیارید که تفلون باشه، مابقی کره رو داخلش بریزید. روی حرارت ملایم اجازه بدید تا کره آب بشه. به هیچ عنوان هم روغن مایه اضافه نکنید، همینقدر کره کافیه. مرغ رو داخل کره داغ بذارید و هر دو طرفش رو سرخ کنید. هر طرفش تقریبا 1 ربع 20 دقیقه زمان میبره تا خوب سرخ بشه. برای تهیه سس خوشمزمون مقداری سس کچاپ، مقداری رب گوجه فرنگی، یه مقدار هم رب انار داخل کاسه بریزید. یه کوچولو هم آب لیمو بهش اضافه کنید. ادویه هم شامل زردچوبه، فلفل سیاه، پاپریکا، فلفل قرمزه.
پودر سیر و موسیر هم میتونید بزنید یا اینکه از سیر تازه استفاده کنید، داخلش رنده کنید. یا تو این مرحله به سستون نمک بزنید یا به خود مرغ هنگام سرخ شدن نمک بزنید. مرغتون که کاملا سرخ شد، برای دورچینش سیب زمینی رو به مربعهای بزرگ برش داده و بذارید کنار. پیاز حلقه‌ای، فلفل شیرین یا تند، فلفل دلمه، هویج یا هر چیزی که دوست دارین برای دورچینش تمیز کرده و پاک کرده و کنار بذارید. سینی یا قالب فلتون رو بیارید، مرغ سرخ شده رو وسطش بذارید. سوسی که آماده کردیم رو به وسیله دستکش یا یه دونه فرچه رو همه جای مرغ بمالید. پشت و داخل مرغ هم حتما از این سس بزنید که طعمش رو فوق‌العاده می‌کنه. دورچین‌هایی که آماده کردین رو دور تا دور مرغ بذارید. تو رسیپی‌های خارجی که من دیدم از رزماری هم استفاده می‌کنن. به جای رزماری میتونین از پونی کوهی هم استفاده کنید، چون به مزاج ما ایرانی‌ها خیلی نزدیکه و بیشتر طعمش رو دوست داریم. روی دورچین هم نمک بپاشید، میتونید فلفل قرمز هم بزنید. بعد دور تا دور قالبتون رو فایل آلومینیومی بپیچید. از فایل آلومینیومی های سفت استفاده نکنید. یه سری هستن که ضخامتشون متوسطه، حتما از اونا بذارید. بعد با چاقو روش چند تا برش ایجاد کنید. مرغ را در فر 200 درجه به مدت 50 دقیقه بذارید تا کاملا مغز پخت بشه. اگه هم فر ندارید میتونید روی شعله پخش کن رو اجاق گاز بپزیدش. در اواخر پخت هم فایل ها رو خارج کنید تا آبش کشیده بشه. مدت زمان پخت روی اجاق گاز نزدیک به 1.5 ساعته. به به، عجب مرغی شد. هم ظاهرش خوشگله، هم طعمش بی نظیره. بوش کل خونمون رو برداشته. کاملا مغز پخت شده و براحتی میتونید برش داده و نوشه جان کنید. اگه از این رسیپی خوشتون اومد، لطفاً کانالمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم روشن کنید تا ویدیوهای بعدی براتون نمایش داده بشن. برامون کامنت بذارید که میخواید ویدیو بعدیمون آموزش چه ترفند یا غذایی باشه. متشکرم که تا آخر ویدیو رو با من همراه بودید.